توی این ویدیو درآمد شورت ویدیوها رو بررسی میکنیم اینکه حدود درآمدش توی سال 2024 بنزای هزار بازی چقدره در کنارش یه درباره تاریخچه ویدیو کوتاه بهتون میدم و همینطور شیوه محاسبه درآمد شورت ویدیو رو براتون توضیح میدم در آخر هم بهتون میگم که اگر میخواید وارد حوزه تولید محتوا در قالب ویدیو کوتاه بشید بهتر کانال انگلیسی داشته باشید یا فارسی ادامه ویدیو رو با من همراه باشید اسپانسر این برنامه رسپیناس رسپینا بزرگترین و شرکت ارائه دهنده پهنای باند اختصاصی برای شرکتها اشخاص به ویژه استریمرها و یوتیوبرهاست رسپینا با داشتن بیش از 460 پاپ سایت تو سر سر کشور بهترین پوشش رادی رو داره و با مانیتورینگ 24 ساعته که انجام میدن میتونن خدمات پس از فروش خیلی خوبی در اختیارتون قرار بدن اگر دنبال اینترنتی هستید که سرعت دانلود خوبی داشته باشه و با آپلود پایدار و پرسرعتی در اختیارتون قرار بده برای فعالیت کردن روی یوتیوب و یا استریم کردن در توییچ بهتون پیشنهاد میکنم از سرویس پوینت پوینت رسپین استفاده بکنید که لینکش این زیر براتون قرار میده سلام امیر عباس هستم به اسکیلوت خوش اومدید امروز درباره ویدیوهای کوتاه صحبت میکنیم اول بریم سراغ این که اصلا ویدیو کوتاه چی هست ویدیو کوتاه یا شورت ویدیو یا شورت همون ویدیوهایی هستش که مثل ریلز های اینستاگرام و یا ویدیوهای تیک تاک ضبط میشه قدی هست و زمانش زیر 60 ثانیه است تو اپ اون زیر برای خودش یه دکمه داره و روی کامپیوتر هم تو ستون سمت چپ اون بالا برای خودش یه گزینه داره که میتونید روش کلیک کنید و ویدیوش رو ببینید این فرمت رو یوتیوب نداشت از اونجایی که تیک تاک یک دفعه بسیار محبوب شد و به یکی از پربی بیننده ترین شبکه اجتماعی تو کل دنیا تبدیل شد یوتیوب هم تصمیم گرفت که این فرمت کوتاه رو روی یوتیوب تست کنه و اولش به شکل آزمایشی اجراش کرد اول در اختیار هندوستان و آمریکا بود اگر اشتباه نکنم و نهایتا تو مارچ سال 2021 به شکل عمومی در دسترس همه کاربران یوتیوب قرار گرفت خب چون این فرمت خیلی با عجله به یوتیوب اضافه شده بود هیچ پلن در آزایی اول قضیه نداشت یعنی شما ویدیو کوتاه میذاشتی هیچی گیرت نمیومد چند ماه میگذره تا اینکه در آگوست همون سال یعنی چند ماه بعدش دو سال 2021 یوتیوب اعلام میکنه که ما 100 میلیون دلار رو اختصاص میدیم به شورت ویدیوها که به عنوان جایزه تو حدود 18 ماه بین یوتیوبرا تقسیم بشه شما اگر شورت ویدیو بازدید خوبی میگرفت به نسبت بازدیدت میتونستی مشمول دریافت جایزه 100 الی 10000 دلاری بشی یوتیوب یه دفعه بهت ایمیل میزد میگفت به خاطر فلان شورت ویدیویی که داری 200 دلار جایزه بردی حالا بیا ادسنس تو بس کن به و جایزه رو دریافت کن همین وضعیت ادامه داشت تا سپتامبر سال 2022 که یوتیوب اعلام کرد با شورت ویدیو هم میتونید کانالتون رو مانتایز کنید شما اگر هزار ساب میگرفتی و مجموع بازیت های ویدیو کوتاه به 10 میلیون تو بازی زمانی 90 روزه میرسید میتونستی برای درآمدزایی از طریق ویدیو کوتاه اقدام کنی البته شما میتونستی با گذاشتن ویدیوهای بلند و همون هزار سابسکرایبر و 4000 ساعت واچ تایم رو پر بکنی و کانالتو مانتایز بکنی ولی بعد بیای فقط ویدیو کوتاه بذاری و از ویدیو کوتاه کسب درآمد کنی پس هر دو مدل شدنی هستش درباره اون قضیه تو این ویدیو کامل توضیح دادم میتونی این ویدیو رو تماشا بکنی حالا یه توضیح مختصری درباره شیوه محاسبه درآمدش بدم برخلاف ویدیوهای بلند که شیوه محاسبه درآمدش خیلی شفافه تو ویدیوی کوتاه سیستم محاسبه درآمد یکم پیچیده‌تره تو ویدیو بلند شما روی ویدیو تبلیغ قرار میدید یوتیوب 45 درصد پول تبلیغ رو برای خودش برمی داره 55 درصدش رو به شما میده ولی تو شورت ویدیو شما نمیتونی روی هر ویدیو تبلیغ قرار بدی وقتی وارد قسمت شورت ویدیو ها تو اپ یوتیوب بشی و 4 5 تا ویدیو ببینی و ردشون کنی احتمالا ویدیو پنجم ششم یه ویدیو تبلیغاتی باشه یوتیوب پول اون تبلیغ رو میگیره اول سهم ناشرای موزیک رو ازش کم میکنه و به شرکت‌ها پرداخت میکنه چون شما تو فرمت شورت ویدیو موقعی که از طریق اپ ویدیو تو آپلود میکنی اپ موبایل به هزاران قطعه موزیک روز دنیا دسترسی داری که میتونی 15 ثانیهش رو بدون نگرانی از کپی گرفتن استفاده کنی و بابت همین استفاده یوتیوب از پول هر تبلیغ اول سهم ناشر رو بهش میده بعد از مبلغ باقی مونده اول 55 درصدش رو خودش برمی داره اینجا برخلاف ویدیو بلند یوتیوب برای خودش 55 درصد برمیداره و پنج بر و 45 درصد به یوتیوب را میده بعد ما بقیه مبلغی که مونده رو بین اون کانال هایی که ویدیوهاشون تا رسیدن به اون تبلیغ پخش شده بود تقسیم میکنه مثلا شما چهار تا ویدیو دیدی به تبلیغ رسیدی پول تبلیغ و بعد از کسر مواردی که گفتم تقسیم بر چهار میکنه میده به اون کانالهایی که قبل تبلیغ ویدیوشون پخش شده بود البته شیوه محاسبش یه مقدار پیچیده تره که کاملش رو توی این ویدیو این بالا توضیح دادم اگر برات مهمه که دقیقش رو بدونی برو این ویدیو رو تماشا بکنه. حالا بریم سراغ درآمد به ازای هزار بازدید اولش که درآمد فعال شده بود مبلغی که به ازای هزار بازدید پرداخت میکرد خیلی کم بود حدود دو 3 سنت به ازای هر هزار بازدید ولی یواش که وارد سال 2023 شدیم این رقم بالا رفت به حدود 3 الی 6 سنت رسید و در طول سال 2023 این رقم هی بالاتر رفت و حدود 10 سنت به ازای هر هزار بازدید رسید که روی پنل خودم نشونتون میده خب این یکی از ویدیوهایی که من گذاشتم بازدید بعدی هم نگرفت البته به نسبت حالا ویدیو که من میذارم چون من زیاد ویدیو کوتاه ندارم که یوتیوب درسته یا یوتیوب که در مورد تلفظش بود همینطور که میبینید درآمدشون اوایل یعنی زمانی که درآمدزایی فعال شد چیزی چه الان شاید پیش خودتون بگید اینا چیه مثلا یه روز تو یه دلار دو دلار ازش درآمد داشتی یوتیوب تو سال 2022 بعد از اینکه درآمدزایی رو فعال کرد هنوز پلیر اختصاصی برای ویدیو کوتاه نداشت یعنی ویدیوهای کوتاه شما وسط ویدیو بلندتون تو کانال می اومد و آدما اگه از رو کامپیوتر می اومدن ویدیو کوتاه شما رو نگاه میکردن تبلیغ ویدیو بلند رو ویدیو شما نمایش داده میشد و همین باعث میشد که درآمد خیلی خوبی ازش داشته باشی ولی بعدن اومد سیستم رو درست کرد و ویدیو کوتاه میره تو قسمت خودش ویدیو بلندم تو قسمت خودش به همین خاطر دیگه تبلیغ ویدیو بلند روش نمایش داده نمیشد به همین خاطر اول درآمد بالا بود بعد اومد پایین از اینجا دیگه پلیر داشتیم همونطور که میبینید 2 الی 3 سنت ولی هر چی اومدیم جلوتر رقم ها یواش یواش رفت بالاتر می‌بینید الان 7 سنت 8 سنت و اگر بیایم جلوتر اینجاها دیگه 10 سنت 11 سنت 13 سنت هم حتی من داشتم این در مورد این ویدیو یه ویدیو دیگه هم که دارم که این رو تازه گذاشتم یعنی مال سال 2023 2024 هستش که سافت باکس بهتره یا رینگ لایت این رو هم اگر نگاه بکنید اولش که منتشر کردم 4 سنت 5 سنت اینا بوده ولی هرچی میریم جلوتر این رقمه میره بالاتر حتی روزایی بوده که من 14 سنت و این رقم ها رو روی این ویدیو داشتم الان تو سال 2024 گاهن تو بعضی از روزها درآمد ویدیو کوتاه به 15 20 سنت به ازای هزار بازدید هم میرسه من رفتم داخل توییتر هم سرچ کردم ببینم بقیه هم اینو تایید میکنم که دیدم بله بعضیا اسکرین شات گذاشتن که 10 سنت 15 سنت و حتی 20 سنت بابت بازدید ویدیو کوتاه دریافت میکنن که به ازای هر هزار بازدید عدد خیلی خوبیه یه خواهشم از شما دارم من زیاد چور ویدیو ندارم اگر شما شورت ویدیو زیاد دارید لطفا میزن درآمدتون بذای هزار بازی رو تو کامنت ها بنویسید چون خیلی کمک میکنه به بقیه بچه‌ای که میخوان تو حوزه شورت ویدیو فعالیت بکنن روی کامیتی فارسی حالا شاید این رقم که گفتم به نظر تو خیلی کم بیاد ولی اول اینکه ما از رقم 2 سنت رسیدیم به 10 سنت و 15 سنت که به نظرم رشد خیلی زیادی بوده جدا از اون بازدید ویدیو کوتاه خیلی بالاست در طول روز بیش از 70 میلیارد بار ویدیو کوتاه روی یوتیوب دیده میشه که اگر دست پایین بگیریم و بگیم هر هزار بازدید رو یوتیوب 7 سنت میده یوتیوب در طول روز نزدیک به 5 میلیون دلار به عنوان درآمد به مجموع یوتیوبرایی که ویدیو کوتاه میذارن پرداخت میکنه حالا چرا داره این رقم بالاتر میره یوتیوب تو سیستم گوگل ادزش یه قابلیت اضافه کرده که شما میتونی تبلیغ رو روی ویدیو کوتاه هم بذاری قبلا فقط میخواستید تبلیغ بذاری روی ویدیو بلند بود الان بین ویدیو کوتاه هم شما میتونید تبلیغ قرار بدی وقتی شرکت های بیشتری رو بیارن به تبلیغ در بین ویدیو کوتاه طبیعتا قیمت تبلیغ بالاتر میره و سهم بیشتری هم به یوتیوبر میرسه من فکر میکنم باز هم درآمد ویدیو کوتاه تو های پیش رو بالاتر هم میره حالا اگر بخوایم فعالیت کنیم بهتره که کانال فارسی داشته باشیم برای شورت ویدیو یا کانال انگلیسی حقیقتش سایز کامنتی فارسی یوتیوب با اینکه تو این 5 سال رشد کرده و بیننده ها به نظرم 7 8 برابر قبل شدن هنوز در مقابل اینستاگرام حرفی برای گفتن نداره اگر به بازدید ویدیو کوتاه فارسی دقت کنید اون عدد های عجیب و غریبی که تو محتوای انگلیسی میبینید رو تو فارسی نمیبینید بازدید ها اومن چند صد هزار تایی میشه و تک و, تک و تک ویدیوهای یکی دو میلیون بازدید هم میگیرن به نظر پتانسیل خیلی خوب اینجا هست اگه اینجا به اندازه اینستاگرام شلوغ بود چون خیلی ها رو دیدم که تو اینستاگرام با یه پیج مثلا 100 هزار تایی ویدیوهاشون مثلا 10 میلیون بازدید می اگر همون ویدیو تو یوتیوب منتشر میشد و اینجا هم همونقدر بیننده بود با همین نرخ 10 سنت به ازای هر هزار بازدید اون ویدیو میتونست برای صاحبش هزار دلار درآمد داشته باشه ولی خب ظاهرا پتانسیل اینجا رو هنوز خیلی از پیج‌های بزرگ اینستاگرام متوجه نشدن و یا یعنی نه احتمالا می اومدن و ویدیوهاشون رو اینجا هم آپلود می‌کردن حالا اگه شما اونجا دوستی دارید که پیج خیلی بزرگی داره ترغیبش کنید که اینجا هم فعالیت بکنه چون تاجه که من میدونم هیچ محدودیتی نیستش که یه ویدیو تو دو تا پلتفرم باشه یعنی هم بذاریدش تو اینستاگرام هم بذارید تو یوتیوب و یوتیوب مشکلی با این قضیه نداره در کل همونطور که گفتم کامنت فارسی بازیش برای شورت ویدیو راضی کننده نیستش به نظر من در حال حاضر و نمیشه درآمد چند هزار دلاری بابت ویدیو کوتاه داشت ولی رسیدن به درآمد چند صد دلار در ماه به نظر من همین علانم شدنیه توی یوتیوب فارسی ولی برای انگلیسی قضیه فرق می‌کنه ما پیشهایی رو می‌بینیم که زیر یه سال از زمان راه اندازیشون می‌گذره و به های 50 میلیون و 100 میلیون بازدید در ماه میرسن تعداد حسابشون هم خیلی سریع میره بالا و خیلیشون به سرعت میلیونی میشن در کل اگه الان می‌خوای توزی ویدیو کوتاه فعالیت کنی به نظر ویدیوتون برای مخاطب جهانی باشه نتیجه بهتری می‌گیرید ولی در آینده که اینجا شلوغ‌تر بشه به نظرم حتی به فارسی هم برای خیلی هم می صرفه که فعالیت بکنن هرچند شاید همین الان هم به یکی به که بیا اینجا فعالیت بکن ویدیو کوتاه بذار ماهی 500 دلار 600 دلار از براش درآمد داشته باشی خیلی تمایل داشته باشن که این کار رو همین الان هم انجام بدن اگر هم بخوای ویدیو کوتاه بذاری با ساختار درستش آشنا بشی و الگوریتمش رو بشناسی من قبلا یه ویدیو ضبط کردم در مورد الگوریتم ویدیو کوتاه که توش خیلی از نکاتی که باید بدونی و خیلی مفیده رو گفتم پیشنهاد میکنم اون ویدیو رو ببینید خدا نگهدار